ایست به افغان، به افغانستان پدرام خدمت نکردن، اما از نگاه جایگاه داشتن اینا در حقیقت در یک لب هستن. دین روز به صراحت لحجه از استاد اسماعیلیون دفاع کردیم، دین روز به صراحت لحجه از استاد پوهان اسماعیلیون دفاع کردیم، افغان ها پذیرفتن. امروز دوباره سر افغان ها صدا میکنم، به صراحت لحجه از دکتر لطیف پدرام حمایت میکنیم. چرا؟ فاشیست هم اگر در جبهه حق قرار گرفت مریدش هستیم، قومگرا هم اگر در جبهه حق قرار گرفت مریدش هستیم. اینال تا لحظات دیگر دوستای ارجمند ما مانند آقای ملکشای عزیز و بعضی از دوستا را ما در لایف میارم و یک تحلیل میکنیم، امی تحلیل مسئله را که وجود داره. فاشیست ازبک، فاشیست تاجک، ازاره، فاشیست بیادر گل پشتون، هر کدامش در جبهه حق، افغانهای عزیز، هر نوع فاشیستی که بود در جبهه حق که آمد یارو همدمش هستیم، مریدش هستیم، رهرو مکتب حقش هستیم. این را باید بپذیریم. امروز استاد پدرام تنها نمیمانیم، ما بچه ها در افغان، ما افغان ها هم از پشتون و ازبک و ازاره و تاجک در کنار پدرام استاد میشیم، چون جبهه پدرام حق است، چون پدرام با یک گرز سترگ و گرنگ و ازبین به فرق عده از آدمایی زدن که از ما قربانی میگیره. آیا صحبت های جناب استاد لطیف پدرام شنیده این؟ آیا جدی گرفتین؟ آیا نمی پرسین از خودتان که چرا پدرام در این شب و روز خاندان گفته دو زده میشه؟ آیا نمی پذیرین کمو آدمایی که تا دین روز عکسای پدرام پروفایل ساخته بود امروز دختر و زن و فرزند گفته برش میلگانش؟ نمی پرسین از خود؟ بپرسین. چرا که پدرام بیدار شده، پدرام به جبه حق رفته، از این جبه حق پدرام مردانوار دفاع میکنیم. جملاتش میشنویم، باز بعد از او آقای ملنگشا و دوستا را بالا میاریم و تحلیل میکنیم. ببینین افغان ها، تحلیل میکنیم و ارزیابی میکنیم. این جبه حق هست نیست؟ ای که چه کاره بود پدرام به ما غرض نیست، فاشیست بود نبود به ما غرض نیست، دین روز آقای استاد اسماعیلیون فاشیست بود نبود به ما غرض نبود. زمانی که من استاد شدم از استاد اسماعیل یون دفاع می کردم، تمام مردم رو گشتاندن از من، از تاجک گرفته تا زیاد پشتونها، که تو چرا از استاد اسماعیل یون حمایت میکنی؟ جبه شق بود، تلویزیونش نشرات شیدامه داره. امروزه که من از جبه پدرام برای افغانها میگم که در تنها از این جبهش، تنها از اینمی نقطه جبهش حمایت میکنیم، باز ببینیم پدرام سر بلند میمونه یا انتقاد که سر کسایی که کرده. جمله پدرام افغان ها دقیق بشنوین. بسم الله الرحمن الرحیم. من نیستم. شما عضویت دارین در امی کودک بازی که شما دارین؟ من نیستم. عضوی از اینا نیستم. شما من جریانی که برنامه نداره، خط مشی نداره، اصول نداره، نه اعلام کردین شما به گونه رسمی طالبان قومگرانستان، من با این جریان ها نیستم. من با جریان های مقاومت به معنای عام کلمه، جریان های آگاه، جریان هایی که دنبال فدرالیسم، دنبال جامعه عادلانه، دنبال یک جامعه دموکراتیک هستن، من عضو این مقاومت میدانی هستم. من عضو اینها نیستم. شما در تاجکستان بودین در دوشنبه و اعلام کردین که من عضویت جبهه مقاومت دارم. من فرداشم چند روز بعدم سر بحث نوروز گفتم من عضو اینها نیستم، با اینها نمیخوام کار بکنم، برای اینکه اینها برنامه ندارن. اینها ادامه و بقای رژیم آقای اشرف غنی احمدزی هستن، اگر بزرگن، اگر خوردن، اگر کلانن، جوانن، پیرن، اینا همونن و چیزی فراتر از اون نیستن. و دو سال تجربه نشان داد که ناکامی پشت ناکامی بود. اینا نتوانستن حتی یک گام کوچک به جلو بگذارن. جنگ که بماند حتی تبلیغاتی، اونجا مفتادن، اونجا مطرح نیستن. من آدم روشن صریح هستم. بله دوستا، پدرام باز دم لبه تعصب گرایی خودش رفت، نیش فدرالیزم خود از زد به ما و تو، این نیشش غرض نیست.
تاجک کلان تاجکای من جناب لطیف پدرامی که به خاطرش میمردیم و زنده میشنیم. سلام بلندشای ارجمند. سلام برسه بیدار ادامه بدیم. من یک دو دقیقه صحبت میکنم باز ادامه بحث با شما. دوستان و ارجمندان متوجه یک مسئله باشین. پدرام زنده می شدیم به پدرام، می مردیم به پدرام، حرف می زدیم به پدرام، صحبت می کردیم به پدرام، کلان من بود. هنوز هم کلان من هست. تاجک های خطه بدخشان ها، تاجک های خطه تخارستان ها و تاجک های خطه بغلان ها و تاجک های خطه خوست و فرنگ و مچن فلانه و بسمدانه، آیا شما کلتان از تعامل و تفکر پدرام حمایت نمی کردین می نیست یک کلانتان می کردین؟ کلانمان امروز چی میگه بیادر؟ کلانمان یک جمله میگه. چند اصل تاکید میکنه. ایره شما سنگه میگه این طفل بازی است. جبه مقاومت طفل بازی است. چی میگه؟ سقوط پی سقوط، شکست پی شکست، بی دستاوردیت پی بی دستاوردیت. چرا مبرم در دو جبه باشم؟ همه قصدام گپ پدرام امیره منو میگه. گپ پدرام امیره بیان میکنه. اینال یک بار دیگه من همین جمله رو برتاد میشنوانانم باز میریم به پیش. شما عضویت داریم در همین کودک بازی؟ شما داریم؟ من نیستم. نه من نیستم. عضوی از اینا نیستم. شما من جریانه که برنامه نداره. خط مشی نداره. اصول نداره. نه اعلام کردیم. خلاص. سعی کنین. پدرام صاحب به مردانگی استار شد. جریانی که برنامه نداره، جریانی که خط مش نداره، جریانی که کودک بازاریش من نیستم. در پرتو سخنان پدرام عزیز من از تو هم میتونم بگویم که من گرویده این خط نیستم و تو هم میتونی بگویم گرویده این خط نیستی. به خدا از موت کرده پدرام زیاد میفهمه. و خدا از موت کرده پدرام زیاد کتاب خونده. و خدا از موت کرده پدرام زیاد کتاب نوشته کرده. پدرام امروز به بینش میرسه که این جریان نه خط مش داره، نه برنامه داره، سقوط سر سقوط، سقوط سر سقوط، بچه بازی است، بچه بازی، به این طفل بازی است. بنابراین ما در جریان طفل بازان پیش نمی رویم. اینال من موضوعم. یکی از دوستان نوشته کرده بود که فارسی نیوز چرا نامده. من فکر میکنم که او بزرگوار برای من یک پیام گذاشته بود در همین تیک تاک که من بیادر نمیتانم آمده و این تو را به ما غرض نیست. این ملنگشای عزیز اینجا وجود داره. فارسی نیوز، غیر فارسی نیوز، پشتو نیوز، پشای نیوز، اوزبک نیوز، ازار نیوز، همی هر نوع ملتی که بیایه این دروازه های لایف ما برویشون باز است. دروازه های لایف افغان ها بروی افغان ها باز است. ما دروازه‌هایمون را برای خراسانی ها هم باز گذاشتیم. به خاطر از اینکه خراسانی تو از یک کشور مبهم ابهام آمده ای. ما افغان ها به انسانیت می‌بینیم. لرو بر یو افغان. لرو بر یو انسان. اگر باز دل